سلام، من میسیس ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخواییم از گریه های دختران طرفدار محمد رضا گلزار بهتون بگیم و اینکه چطور دنیای بدون گلزار رو تصور میکنن. مرسی که امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه با لطفتون ما رو لایک و سابسکرایب میکنین. اگه اون زنگوله رو هم فشار بدین هر روز در جریان برنامه های ما قرار میگیرین. انتشار ویدئویی از گریه های جمعی از دختران جوان هوادار محمد رضا گلزار به خاطر او خبرساز شد. این ویدئو مربوط به مصاحبه شبکه اینترنتی تیوی پلاس هست با چند دختر و پسر جوان که از هواداران دو آتیشه محمد رضا گلزار هستند. در بخشی از این مصاحبه وقتی مجری از اونها میخواد دنیای بدون محمد رضا گلزار رو تصور کنن، دختران شروع به گریه میکنن. کاربران فضای مجازی واکنش های مختلفی به این ویدئو داشتن. گرچه واکنش احساسی این دختران اغلب دستمایه طنز کاربران شد، اما برخی هم نگاه دیگه ای به این ویدئو داشتن. بعضی از کاربران گلزار رو چهره تاثیرگذاری ندونستن و بعضی هم مخالف انتشار این ویدئو بودن، چرا که این دختران کم سن و سال هستن و ممکنه بعدها از این مصاحبه پشیمون بشن. البته این اولین باری نیست که طرفداران محمد رضا گلزار با واکنش های خودشون خبرساز میشن و پیش از این بارها ویدئوهایی از این دست منتشر شده. محمد رضا گلزار که به واسطه چهره خودش شهرت پیدا کرده و به عرصه های مختلفی از جمله بازیگری، خوانندگی و مجریگری ورود پیدا کرده، طرفداران زیادی داره. گلزار البته منتقدان زیادی هم داره که معتقدند فعالیت او در این عرصه ها از کیفیت لازم برخوردار نیست و او تنها به خاطر جذابیت های ظاهری موفق به ادامه فعالیت شده. دستمزدهای نجومی محمد رضا گلزار هم یکی دیگه از مواردیه که همواره انتقادات زیادی رو به همراه داشته. همین چند ماه پیش بود که ادعای یک منتقد سینما مبنی بر پرداخت 18 میلیارد تومان به عنوان دستمزد محمد رضا گلزار برای اجرای مسابقه هفت خوان حواشی زیادی رو به همراه داشت. این ادعا باعث شد که گلزار آماج حملات زیادی قرار بگیره و او مدتی بعداً رسما از این منتقد شکایت کرد. محمد رضا گلزار متولد سال 1356 در تهران اما اصلیتی آذربایجانی داره. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامیه. گلزار فعالیت خودش رو در حوزه موسیقی از سال 1377 به عنوان نوازنده گیتار با گروه آریان آغاز کرد و در سال 79 با بازی در فیلم سینمایی سام و نرگس به کارگردانی ایرج خادری پا به عرصه بازیگری گذاشت و از اون زمان در فیلم‌های سینمایی زیادی حضور پیدا کرد. او فعالیت در شبکه نمایش خانگی رو هم با بازی در چند سریال تجربه کرد. گلزار سابقه مجریگری در دو مسابقه اطلاعات عمومی رو هم داره. مسابقه برنده باش که در سال 97 از شبکه 3 سیما پخش شد و مسابقه هفت خوان که در سال 1400 از تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. او در کنار بازیگری و مجریگری مدلینگ و خوانندگی رو هم تجربه میکنه و از سال 92 تا کنون چندین تکاهنگ منتشر کرده. جالبه بدونید که محمد رضا گلزار طرفداران زیادی در بین نسل‌های دهه 60، 70، 80 و 90 داره و طرفداران او واقعاً دو آتیشه هستند. البته برخی از کاربران میگفتند که اینها همه نمایشه و این افراد نقش طرفدارا و گریه کردن رو بازی می‌کنند. یکی از جنجالی‌ترین چالش‌های محمد رضا گلزار با طرفدارانش خواستگاری یه دختر که یکی از طرفدارانش بود از او بود که واسطه‌های بسیار زیادی هم داشت. محمد رضا گلزار محبوب و لاکچری سوار خوشگل، زندگی بسیار لاکچری داره. او فعال در زمینه‌های خودروهای لاکچری و فوق لوکس که چندین میلیارد قیمت دارند. همچنین چندین مرکز خدمات دهی به ماشین‌های لوکس رو راه اندازی کرده. برخی تصاویر و فیلم‌ها نشون میده که او در خارج از کشور هم خودروهای سوپر اسپورت مثل بوگاتی خریداری کرده. زندگی لاکچری و لوکس محمد رضا گلزار همیشه مورد انتقاد همکارانش بوده. اما اونچه بیشتر از همه چی برای او حاشیه درست کرده، ورود او به مجریگری و خوانندگیه. با اینکه محمد رضا گلزار خودش قبلا عضو گروه موسیقی آریان بوده، ولی خوانندگان زیادی به او حمله کردند و خوندن او را مسخره می‌کنند. در ادامه، نظر سمسارزاده در مورد محمد رضا گلزار رو می‌شنویم.
چرا به محمد رضا گلزار احترام میذارم؟ چرا؟ خب دلیلشو بگی. دلیلش اینه که به این آدم باید احترام گذاشته بشه. این 24 سال رکورد شکسته، مردم رو جذب کرده به سینما. اینجور آدم ها رو باید نگه داشت، اینجور آدم ها رو باید تقویت کرد. رضا گلزار نیازی به این مسائل نداره، ولی مخاطب جذب کرده. کی بعد رضا گلزار بیاد یکیشون رو به من نشون بدین؟ هر کی هست مردونه بیاد بگه من غیر از عطاران. خب این آدم قابل احترام، مردم دوستش دارن. آقا مردم محمد رضا گلزار رو دوست دارند. درست. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدین.